این قطعه رو زمانی که از برای بار دوم از ارکستر موسیقی ملی کنارگیری کردم، ارکستری که خودم در تشکیلش نقش مهم می داشتم و اقلن 12 سال از عمرم رو برای این ارکستر صرف کردم، قطعات متعددی رو براش آماده کردم، اجرا کردیم، اجراهای خوبی داشتیم، سفرهای خوبی داشتیم. وقتی سال 95 برای بار دوم کنارگیری کردم و نمیتونستم بیکار بمونم، بنابراین مشغول کار شدم. یکی از کارهایی که دست گرفتم همین کنسرتو برای ویولون و ارکستر بود. کارهای دیگری هم در کنارش البته در این مدت انجام شده، مثل کتاب وزن در موسیقی ایران که الان زیر چاپ به زودی منتشر میشه و اون اثری که برای منطقه طیر عطار نیشابوری نوشتم به نام منظومه سیمرغ. خب اینها هم آماده شدن. حقیقتش احساس وظیفه کردم که این کنسرتو که الان آماده شده برای ارکستری که نقشی داشتم در تشکیلش، نقش مهمی داشتم و عمری رو صرف کردم، فکر کردم که اولین اجرای این اثر رو تقدیم همین ارکستر بکنم. جدیت کار با اینه که کارهای جدید اجرا بشه، سفارش داده بشه. من این کار رو بدون سفارش انجام دادم، یعنی به سفارش کسی این کار رو انجام ندادم، ولی خب تالار هم و مسئولین هم به هر حال باید به این فکر باشن، یعنی موظفن که به فکر خوراک ارکستر باشن. ارکستر هم خوراک لازم داره، اصلا خوراک نداشته باشه ارکستر جدیت هم نخواهد داشت. علت این که ارکستر بدون جدیت کار میکنه به دلیل نبود کاره، یعنی کار جدی نمیبینن، میان میبینن که کاری نیست، خب نوازنده دل سرد میشه. اصولا واقعا اسفناکه، یعنی خیلی بیپرده بگم، وضع رسیدگی به موسیقی اسفناکه. وضع بودجهی که صرف این کار میشه اصلا چیز ما چیزیست، اصلا بودجه نیست، اسمش چی نمیشه گذاشت. الان با این خرجهای بالا نوازنده چگونه باید زندگی بکنن، چگونه باید کار بکنن؟ باید خیالشون از این بابت راحت باشه و بتونن بیشتر به کار خودشون برسن و متمرکز بشن. به هر حال خب دیگه علت کنارگیری های من هم همیشه در طول فعالیت های هنریم از قدیم تا به حال همین بوده. بعد در موسیقی ایران در حقیقت از سالیان سال در دستم بوده، یعنی در واقع رساله پایان تحصیلیم بود، منتها اون زمان خواستن چاپش کنن، غیر از 3-4 شماره که در مجله موسیقی چاپ شد بقیهش موند، یعنی من ترجیح دادم که بیشتر روش کار بکنم. و منتها اینکه به هر حال سالیان سال به تدریس این درس هم در کنار درس‌های دیگرم مشغول بودم و مطالب دیگری هم اضافه شد، ولی از اونجایی که همیشه به کارهای مختلف مشغول بودم فرصت چاپش رو پیدا نمی‌کردم. این فرصت پیش آمد که مجدداً بازنگری بکنم، مطالب دیگری بهش اضافه بکنم و الان آماده چاپ هست و دیگه من فکر میکنم ظرف همین یک ماه آینده دیگه باید دیگه منتشر بشه.
در مورد کار سیمرغ هم که خب به هر حال اون هم آماده است و خب باید ببینیم که قسمتش چی است و چگونه خواهد بود و چگونه اجرا خواهد شد. اونم کار مفصل‌تر از این کنسرت هست، اون خیلی مفصله، یعنی زمان بیشتری داره، خیلی روش کار شده و علاوه بر ارکستر سمفونیک اعضایش گروه کر رو هم طلب میکنه و دو تا سولیست هم داره. اینه که امیدوارم به هر حال فرصت مناسبی پیدا بشه که اون اثر رو هم بتونیم اجرا بکنیم.